پوتین بعد از اوکراین این بار به لهستان حمله کرد. با ما تو این ویدیو همراه باشید، جزئیات حمله کشور روسیه به لهستان رو با هم میبینیم و راجع به این موضوع صحبت میکنیم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. خب شب گذشته روسیه به نواحی مرزی لهستان هم حمله کرد. منابع خبری از کشته شدن دو نفر در پی اصابت موشک به روستای لهستانی در نزدیکی مرز اوکراین خبر دادند. به نقل از پایگاه خبری النشره، منابع خبری از اصابت دو موشک به خاک لهستان در مرزهای اوکراین خبر دادند. این منابع اعلام کردند که این موشک‌ها به روستای لهستانی در نزدیکی مرز اوکراین اصابت کرده که در نتیجه اون دو نفر هم کشته شدند. بر اساس این گزارش، در پی این موضوع ماتیوز مورماسکی نخست وزیر لهستان تمام برنامه‌های خودش رو لغو کرده و رئیس جمهور لهستان هم نشست اضطراری شورای امنیت ملی رو خواستار شده. لهستان همونطور که میدونید عضو گروه ناتو هست و مشخص نیست این حمله پوتین به لهستان عمدی بوده یا بر اثر اشتباه محاسباتی میخواستن مثلا اوکراین رو بزنن و نواحی مرزی لهستان مورد اصابت موشک قرار گرفته. موشک ها در کل وارد اوکراین نشدن و از فراز اوکراین عبور کردن و وارد خاک لهستان شدن و اونجا یک روستای مرزی مورد اصابت موشک قرار گرفته. به نظر نمیرسه که روسیه با توجه به وضعیتی که توی اوکراین داره و عملا یه جورایی تو موضع ضعف است و نتونسته جنگ اوکراین رو هم به پایان برسونه، تمایل داشته باشه که با یه کشور جدید هم درگیری رو شروع کنه، اونم لهستانی که عضو ناتو است و حمله به یه کشور عضو ناتو عملا جنگ با ناتو است و کل کشورهای ناتو به حمایت از لهستان میپردازن. حالا باید منتظر باشیم و ببینیم واکنش لهستان و روسیه نسبت به این موضوع چیه و آیا این جنگ ادامه دار خواهد بود یا نه. البته این اتفاق در شرایطی افتاد که ارتش روسیه چند روز پیش از خرسون اوکراین هم عقب نشینی کردن و یه بخش دیگه از خاک اوکراین هم آزاد شدش. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. حتما نظرتون رو برام تو بخش کامنت ها بنویسید و بهمون بگید که به نظرتون سرنوشت این جنگ و حتی جنگ اوکراین به چه شکل تموم میشه. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید.